آره روما چه فیلمی میگی؟ فیلمی که ولی نشونده میگه میشه موان موان بیا روبوت ما نمیشه آچه منم میان میگه اوه چیته؟ بلش خوبی؟ بیا نی بگی برو به مامانه چینم بگو قند شکر اعلام کرده کپون 403 رو بیارم بعد از رو قند شکر ببرم بودو دادار من برم بودو بیستم بیا سر کارت بیرم بیستم بودو برای سلامتی رزمندگان اسلام صلوات لا شلوغ نکنید شلوغ نکنید نمیذارم براتون فیلما بامداد امروز رژیم بس حملات مجدد آقا بیایید بعدا نگاه کنید تلویزیون کسی میخواد ببینه بفرمایید خونه براتون فیلم درجه یک بود نمونه تو برام سلامت باشید سلامت باشید بچه‌های نفت کش بخش شدت حملات در بین اقدامات دشمن صادرات نفت ایران را خطر و مشکلات بیشتری مواجه صلوات بلندتر الله سلام علیه کسی حرف نزنه بتونیم بشنویم یه دونه سوخته و تو اون در میاد برادر اینجا سیگار بله. نکش سیگار ما نه سیگار نمیکشم شب میریزه رو فرش اصلا یه تو چی همه تو همه چی اونو صد بار تو جهاد دیده الان هم نشسته بیا بریم هزار سالشه پری منو ببر همین یه قول رو نمیتونی به زنت بدی ملکش نمیخواد بخوری سلام علیکم برادر سلام علیکم حاج آقا جانم مشکلی پیش اومده؟ نه نه حاج آقا چه مشکلی شما حالتون خوبه؟ بله خوبه بعدم یه درس پس میدم حاج آقا میگن تعداد نفس‌های هر آدمی از قبل شمرده شده نه یکی کم نه یکی زیاد حاج آقا حاج آقا یه لحظه من دیگه شما رو دیدم استفاده کنم این جن و اینا واقعیه بله که واقعیه بله واقعی. مثلا اینا که دعا می نویسن پیشگویی می کنن مثلا جای یه چیزی رو میگن اینا نه اونا دروغه برادره دروغ. مثلا میگن ما از توی آب و آینه مثلا نگاه کنیم مثلا جای گنج رو میفهمیم کجا اگه دوست داری میتونید امتحان کنید نه من یه بار امتحان کردم میگم یعنی میخوام بگم که اینا همش دروغ دوکونه حاج آقا بله شما چیزی گم کردی؟ 4 سال حاج آقا از بستگان بودن؟ بستگان نیستم ولی وابسته شدم مهم نیست آجا وقت شما رو نگیرم مهم نیست چرا بغض کردی برادر من دوستش داشتم آجا اصلا روش خیلی حساب میکردم قرار بود زندگیمو از این رو به اون رو کنه آخه پس عاشق بودی
نه نه حاج آقا اشتباه نکنید، من تو زندگیم فقط عاشق زنمم، اوایلم نبودم، ازدواج سنتی کردیم، سنشم یکم از من بیشتر بود، خانواده فشار میمید دیگه خودتون میدونید، ولی الان که یه چند سالی گذشته یه پسری دارم میمیرم براش حاج آقا. خدا رو سلامت باشید، خدا رو فقط مواظب باش جیبتو نزنن ها. نه خیالتون راحت، دروغ مگه نیست اصلا؟ بله اونا همش کلک پوله. کلکه بله، دکونه آجا بله. اصلا امکان نداره مثلا یکی بتونه بگه گنج کجاست اصلا. بله. اصلا امکان اصلا نداره. امکان نداره. اصلاً. یه وقت خدایی نکرده کسی با اجازت ایشالله که پیدا بشه آجا خواهد یعنی بفرمید. نه اصلا دیچ بله بله. امیدی نیست. امید با اجازت بفرمید. خدا حافظ. ممنونم از خبر خوبی که به دادی. سگ تو حسن بیا بریم خیبه اینه پروپا نفت برسونه آبگنخو نفت میاره نکنه نجا قربونه بند دستت خیس کردی بیا بقیل مامان بیا فرمش یا علی دوره درگه آره بیسته سه هشتم سه نوام آبا بیسته ده انقدر صدا نده آبا بیسته ده نمه درستان چرا درستان آفرین شیشتا تو صورت خب حالا هفت سفتر هشت هفت هشتا هرنگا شیشتا نه نه خب خوش یاد برم خب فشار میاری بهش اعصابش نمیکشه امتحان که اینجا بود بله میسه آفرین پس صورت به کیه در میزنم معصومه در وا نکنی مرساد بیا بیا داخل رو بده بیا بچی بیا اون سلام در سلام 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 فاتحه بیا 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 کیا؟ یا الله باشته به سر وزه مناسب نیست و داره واکو یه دقیقه باشته ببخشت سلام سلام بابا جان سلام وقت بشیم یه تا بابا جان سلام بابا چی کار میکنی باز؟ دو چرخه بخری؟ میخرم سلام علیکم حال شما چطوره سلامت باشید خوبم ممنونم ممنونم چی خوبم دیگه سلامت باشید خوبم بله گفتم خوبم تلفن تلفن یه بله بسه تغذیر کن ماما بیچاره میکنه آدم کجا بودی؟ کجا بودم قبرستون بودم بابا خاک بر سر چه میخری بابا؟ میخرم گفتم ولایت میخرم گفتم میخرم دیگه گفتم ببر لباس واسه حالا 10 بار بپرس از من دنبال یه لقمه نون حلال بودم کجا بودم دنبال بدبختیم بودم پس میخری بود میگه یه چیزی من به این بچه من میگم بیا برو لباس دفعه کن اینو کسیف شد تا لباس در نیبودی بیارو 2 کیلو میوه بگیر این بره میوه بگیره نه با شما دو تا پرز اینجا در رو برده بفرسید میوه گیره ماشین از روز رد شه میگم با شما هم شب بگیریم همه میوه بگیریم همه هم لباس عوض کنیم مهمون کیه مهمون کیه بارو احمد آقا رو گفتم بیا بچه داشو چه خبره مگه چه خبره مگه بگم زر بچه یه بارو مادر یه بارو لباس تا عوض کن بچه خوش اخلاقی سلام سلامت باشی خدا هستش کنه خدا به دست درد نکنه همه شم وق وق این بچه بیارش اینجا گل جو خودمون کم سرشه داره اینم هی ور 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 تو میشنوه کم کنیسا بشنوه بیا برو تو بیا میرم باشه بله کاک برسن بیا برو میگم بیا تلا باسه نوسته کنیسا گفتم میرم دلم میپوسه میخوای که برای اینکه دلت نپوسه یه دایره بگیرم دستم با دایره بنا بکو دم بک دای دلم سلام علیکم سلام علیکم سلام اومد شما همیشه برای ما قهرمانی آقا فریوز خدا شاهدم گفته سرت هم بود بابا دارن مردای ما خیلی زحمت میشن تو که پف کرده این زحمت نه نه سر یه ازولات همه آره گرفتم بله این همه دنبال نون هلال بفرمایید 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 کنم کارو تو سلامت با اجازه شادش مردم یا بله با اجازه به ما نمکش برو خوش بگذر بعدم از خونه هست یا لونه مفته از هر سراخی سه تا میرون سه تا میرون هر کاری میکنی دو نفر میبینن یک جا
دید بعد چی کار میکنم چی کار میکنم اینه مته من جای یه لولی دنه آقه درس مشق این بچه برس جنم اینجوری گیلا فقط رفته مرا مغز زمین یه برو برش داد میادش تو آره درس مشق کنم ترم میبینم یه اگه یه علاف تو خیابون نشق قشتک چه پایینه دستت هم کنی این چی؟ چیه؟ نگرد چیه؟ خب پس اندازم گرفتمش خیلی قیمتش خود خوده بپوشش انگار برای تو دختر خاک بر سر من که وارد خونه میشم بچه‌م از من دوچرخه میخواد زنم ولخرجی کرده رفته کت برای من خریده من آخه سر گنج نشستم نگاه خدا نگاه کن هزار ماشاءالله اسم گنج و نهیر که چهار ستون بدنم میلرزه اصلا امروز چه روزیه؟ چه روزیه؟ عیده؟ اگه باید عید آدم عروسی نو بپوشه نه جواب بسار عیده چهارشنبه سوریه منو نگاه کن ختنه سرونه عروسی عمه منه روز ملاقات با همسایگان اقوامه که شما مهمونی گرفتی برای بارس گفتم آخ دور هم جمع بشیم مدت هست لبمون به خنده باز نشده چه دوره همی زن جوانای رشید دستگل این مردم دارن یکی یکی میرن شهید میشن اسیر میشن مفقود کجایی؟ شما اگه ناراحتی یه توکی پا برو تا جبهه سرنوشت جنگ رو معلوم کن و بیا مسخره میکنی مسخره نمیکنم یادم رفته میکنم. شما یه نتوی هبو تازه میچرخید باشه اینو باز بگو باشه باشه پری برس نگاه کن تو رو خدا خواستیم یه دوره هم جمع بشیم بگیم بخندیم یه شامی بخوریم چه نگاه قیافه خودت دیدی؟ اینی برج زهرمانی خواستیم من رو ملکه کنی نگاه کن همه عب داری این بود فری فرز باغ میشه گفتم دوره هم جمع شیم یه ذره دلمون واشه غممون کم شه این دل لامصب من با این دوره همی ها باز نمیشه بابا لعنتی این کوه غمه آقای کوه غم یه چهار تا دونه سیب و پرتقال میتونی بگیری امشب نه میتونم میرم فری بورس جان فری بورس میگم حالا یعنی چهار تا دونه نری بخری بیاری یه چهار کیلو بگیر بیا سایی جلو همه نمیفهمم آخه خودم خرم چهار تا جعبه بده اینه کمه چرا؟ برس. چون هر روز یکی میاد در رو با میکنم یه جدید میاد بگه سلام این از کجا اومد تو نورشونو میده بگه کتو در رو رتنت کتو در رو رتنی بین بکنه اینم در میاد اینم نمیخوام بده رم و کت خودم این بدن هرچی بپوشه بشی بکنی من لنگ اونم نگو چی جوری اوقات آدم تفریح میکنه ذوق آدم رو کور میکنه بخواد کافه آقا فریبرز سلام سلام آقا فریبرز اون کپونا رو به بچه ها گفتم این بیان ببرن آقا عزت ده بار به شما گفتم کاری داشتی فقط به خودم بگو نمیخواد با کسی شما صحبت کنی شما چشم و دلت خیلی مثل که آقا فریبرز من خواستگارم برو دیگه بدتر برو اصلا شما نباید کسی برو آقا عزت بفرمایید باید زیرخاکی باشه کی گفتی؟ خب از کجا در میاد زیر خاک در میاد هی زیرخاکی میکنی برای من صدای منو میشنوی؟ میشنوی؟ الو الو شد آقا بله داداش بله یارو داری دوزاری من کار میگیره بله زمانی از من سکه طلا میخواستم دوزاری هرچی دوزاری بخواد بفهم اندازه هست خدا رسول زیر خاکی چی بود داشتین میگفتین آقا نفس شما رو دارن قطع میکنن من فقط اینو بگم نفس نه یعنی مثلا نفس کیو کیا نفس ما رو قطع میکنن مثلا بمب گذاری شده بمب بدتر از بمب آقا بدتر از بمب آقا یه لحظه عزیز من بیا بیرون قربونت برم یه لحظه بیا بیرون آقا به من بگو چی شد آقا آقا من میگم به شما من ما یکی زنگ بزنم عجله داره داداش داداش شما کجا داری میری؟ شما هر جا بخوای من میبرم ای خدا فقط به شرط که به من بگی این چه خطریه داره ما رو خدمت شما عرض میکنم من تا یه جایی برسون شما چند زن و بچه من تو اون مرز زندگی میکنم چه حرفیه شما میزنی؟ بوم چی آقا؟ بوم؟
یه جوری شما خبر دادی بعد دست و پام داره میلرزه. خودم نمیترسم ولی پای زن و بچه‌ام وسطشه، من شوکی با چیزی ندارم. آقا یه درخت خوانسال میخوان قطع کنن. میخوان تو اون درخت پام بذارن؟ نه آقا جان، این درخت میخوان قطع کنن، جاش بردن خیابون بزنن. همین؟ با اینکه خوبه که خیابون بزنن، خیابون زیاد بشه پهن بشه بده. آقا یعنی شما اصلا برای شما مهم نیست نفس مردای درخت 300 سال عمرشه؟ شما تو اداره درختکاری کار میکنید درسته؟ نه آقا، اداره درختکاری جنگلداری؟ نه آقا، اداره میراث فرهنگی. اداره میراث فرهنگی؟ میراث فرهنگی من نشیدم تا حالا. اسمش عوض شده، تازه قبلا اسمش بود اداره جهانگردی، اینا موزه اشیای عتیقه اینا. قربونه دلم، من خودم اونجا کار میکردم قبلا. یعنی شما همکار ما بودی؟ خدا شما رو از آقا شما رسوم. که باید بدونی که آقا شما باید بدونی که چیزی که 100 سال از عمرش بگذره میشه جزء میراث فرهنگی. بله بله بله. الله اکبر، اصلا خدا شما رو آورد نشوند اینجا. یه سوال دارم، این مثلا قبرستونی که عمرش طولانیه، مثلا قبرستون قدیمی هست، خب. اونم جز میراث فرهنگی مرده. بله زیاد داریم، مثلا قبرستون مال ارمنیا داریم، بله مال انگلیسی های انگلیسی ها داریم، مال مثلا زرتشت زیاد داریم. زیاد داریم بله. بعد اینا مثلا آدرس هاشون هست دیگه، چون جز میراث فرهنگی. بله. یه قبرستونی اطراف تهران هست جز میراث بعد باشه، من دنبال آدرس اون میگردم راستش. میخوای چیکار کنی؟ من عاشق مرده های قدیمی هم و اینا آدم های مخلصی بودن، بعد چون خیلی وقت مردن دیگه کسی یاد اینا نمی کنه، من میرم برای اینا فاتحه میخونم، نظری میدم، نظری ادا میکنم. الان شما کجا کار میکنی؟ الان من جهاد سازندگی، راننده جهاد سازندگی. شما که اینقدر علاقمندی، بله بله. اینقدر اطلاعات داری، بله. اینقدر واقعا عشق داری به این کار، خود چمی میراث فرنگی چرا نمیگی؟ مگه میشه من خودم عاشقش اصلا آرزو برگردم؟ واقعا یعنی علاقه داری؟ خود اصلا میمیرم، یعنی واقعا با این کار عشق؟ من عاشق اشیای قدیمی عتیقه. واقعا عشق داری؟ بله. من باید ببینم حالا چند تا داشتیم، چند تا ما استخدام جای خالی، بله. داشتیم، باید ببینم چجوری میشه. آقا بله شما بله. اول یه کاری بکن تا قبل از اینکه شب بشه، بله. منو برسون اداره، من باید پدر اینا رو در بیارم. خب برای چی باید؟ شما چون یه ردیف گفتین یکی دو تا مونده، میترسم پر بشه. نه من خیلی دوست دارم. نه حالا اینجوری نیست که سری پر بشه، بله. ما قبل از اینکه شب بشه برسم اداره، من بله. اول تکلیف این درخت مشخص کنم، بعد خودم من نوکر شما. یه چیزی به شما بگم، اول درخت رو تکلیفش خدا پدر بشه، اول درخت. یا الله پری خانم، پری چهر خانم، چرا تو تاریکی رفتی؟ قربونت برم. سلام، کجا بودی؟ چه خبره؟ گفتم 2 کیلو میوه بگیر، گفتم یه همه میوه بگیری، شیرینی برای چی گرفتی؟ فکر این چیزا نباش، قربونت برم. من احمد و طاهره رو بعد تنها دعوت کنیم، بگو همشون بیان. یعنی چی؟ چی یعنی چی؟ جا داریم، ما جا داریم اونجا. چیه؟ میخوایم دور هم جمع تو مهمون، اصلا میتونیم خونه خودشون مهمونی بگیریم. نه اینجا هرچی تک وایسا، هرچی تنگتر دلا و هم نزدیکتر پوسید، بذار بیلولیم. فری برس حرفای خودم به خودم برس. حرف چرفیه، اصلا قربون دست و پنجت برم، اگه دست و پنجه بلورید خسته میشه، میرم کباب میگیرم میارم میخوریم. کجایی؟ کباب باید کبابی خورد. بریم کبابی. من نمیترسونی؟ همه رو بگو مهمون آقا فریباز، میریم کبابی. تو کبابی چته؟ چی؟ چرا کبکت خورس میخون؟ اینو به من بگو. زن آدم تو باشی کبک آدم باید قارقار کنه. خروس چیه؟ قربونه داره نکنون جوری و بول بول چپ 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 بزنه. قربونه داره من هر چیزی فهمیدی؟ خبریه؟ چیه؟ چته فریباز؟ چیه؟ فریباز اینجور نکن به خدا، فریباز به خدا تلاش رو بگیرم، این کار رو میکنه. چیه؟ الله اکبر، اینجوری باید به پدر خبر داد. داره قدم نورسیده مبارک. آخه من قمار کنه برم. چرت به من نگی، به کی باید بگی؟ میخوای موقع چندم به من بگی؟ موقع چندم من باید بپرم؟ میگم اگه من به تو نگم به کی بگم؟ خب بچه رو نمیگی؟ ما بچه میخوایم چیکار کنیم؟ خودمون جا نداریم. بچه رو اونجوری چیری میکنی؟ من فکر کنم بچه داده میشه. برس کاش من میفهمیدم تو سر تو چی میگذره. نمیدونی؟ نه من بعد از این همه سا همه محل همه کشور میدونم. قربونه دارم تو سر من تویی.
چرا میگم فریبرز سرسنگین؟ سرسنگینه، چون 80 کیلو عشق اینجاست. اینجوری میرم، اینجوری میام، قربونت برم، داره گردنم میشکنه. 80 کیلو عشق اینجاست. یه خواهش ازت کنم، من سر شام میگم، خب تو هم برو شام آماده کن، فقط یه بار هم شده مرا سکه یه پول نکن، سنگ روی یخ جلوی اینا نکن. هر چی من گفتم شما بگو آره دنبال روی من باش. دست شما درد، دست شما درد نکن، دست شما درد نه دست شما درد. پروز من تا پشت وای نستادم، الان من درخ کردم، الان همه چرا قارونت دیرم، قارونت دیرم، من قارونت نمونه رو من بر میدارم، قارونت دیرم من. داری قربونه دارم، چشمت همش دنبال منه، من که میدینم دیوونه منه، این زن دیوونه منه، برو بگو همه بیان دل پوسید. ایران سرای امید، کابه بابا سفید دمید. دین 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 تاریخ خانم تو رو خدا خیلی زحمت کشید. بنش کیه؟ بیان بچه ها، بیان کمک. تو اینم خودت سی. بچه ها بیان کمک. نه کردی. چه خبره؟ دستتون. تموم نشد؟ نه. نقشه چیه اونجا؟ میثم تمار. باری کله. میثم تمار رو بازی کنه. آجا آقا بله. فقط دیگه قول داده بعد تا دیگه موهاشم کوتاه کنه که دیگه با بچه‌های دیگه فرقی نکنه. تو رو خدا تعارف نکنید. دستتون درد نکنه. خانم بفرمایید. شاد و مهربان. من کسی به خدا شرمنده بودم. بفرمایید. سلام. شام بخوریم دیگه. تو رو خدا تعارف نکنید دیگه. بفرمایید. خب احمد آقا از جبهه چه خبر؟ نکنه دلتون برام جو تنگ شده. مگه میشارم دلش برای جبهه تنگ نشه. یادش بخیر. با ناصری ما چه می‌کردیم؟ چه تانکایی که ما زدیم. خدایی کشور خیلی مدیون شما نه، چه پشت جبهه، چه دمین جبهه، خیلی زحمت کشید. اصلا قهرمان. و کجا رفتی علی؟ بیا حالا من فردا میخوام برم اونجا، خواستی با هم بریم. من که اصلا عاشق اینم که جبهه باشم. تمام این 4 سالی که من تو جهاد خدمت میکردم نتونستم برم، آرزوم بوده اصلا زیر نخل من زندگی کنم. یادش بخیر. حالا میخوایم مرخصی تو بگیرم که دوام بدیم. چیزه حاج آقا، یه شنیدین یه اداره جدید باز شده؟ چه اداره؟ کجا؟ جاشو که نمیدونم. اسم اداره ارث و میراث پدر ارث و بله میراث فرهنگی. آفرین. بله بله میراث فرهنگی درسته. بله جنگ همینجوری هی پشت سر هم دارن اداره را منازن دست دردن. اما توش کنم 10 تا اداره را ادغام کردن برای صرف جویی. آیا اینجوریه که منم موافقم. نه خنه آفرین بروز خدا را خب خنه میرن. و تو کی که مملکت بخواه تصمیم بره کشور بخواه موافق شما خودتون یه کشوری. البته من مسئولشو میشناسم، قبلا معاون خودم بوده. اسدی. آره اسدی معاونش بود. آره یادم. بله بله اسدی آدم بسیار مخلصی هم هست. یه اینا مثل که یه جای خالی دارن. من راستش می‌خواستم از شما خواهش کنم اگر اشکالی نداره یه سفارش منو بکنی من منتقل بشم اونجا. از مخصص شدی؟ تو رو خدا این حرف رو نزدی. نه من گفتم که حالا بتونم یه خدمتی هم اونجا بکنم. قربونت برم. نه ما سیر شدین دیم. نه خدا این حرف رو نزدی. خدا آخه شما که غریبه نیستین. میگن که در صورت هم بالاخره حقوق بدی نداره اونم به کنار خونه سازمانی میدن دیگه. شاید جامعه اونجا بشن. قشنگ دیم ما سیر شدید که خونه سازمانی یعنی خونه قابل شما نه. نه خدا آخه دیگه ما 5 سال اینجا نشستیم. شما مرام ماشاءالله دیگه داماد داری نوه دار رو بلکنه که جا میشه چه داماد بیچاره رو بهونه میکنید. ما ذوق میکنیم آقا فریبرز رو میبینیم. سلامت شی. این که محبت شماست. در صورت من همین خواستم بالاخره یه سفارشی شما بفرمایید من اونجا منتقل بشم. قول میدیم اصلا نریم حالا حالا. خودتون مثل خواره می. سلام. کجا میدین اونو کار من میخوام؟ راستش یکی از دوستام توی میراث کار میکنه. اون به من گفتش که اونجا یه نیرو میخواد. باشه من دریغ نمیکنم ولی خب بالاخره با آقای اسدی با صحبت کنم دیگه. اگر اشکالی نداشته باشه. دست درد نکنه همه کس. سلامت باشی. قربونت برم دوغ میخوری. قربونت برم بابا خورشتم بخوری. قربونت برم من دستتون درد نکنه. تایره خانم کوچولو خوابید گوشه نخوابیده باشه. بله خوابون نمیشه. غذا براش میخواید نگه داری؟ غذاشو خورده و خیال شیر میخواره بچه آجا خواب بفرم. موسیقی
برادر خسته نباشی، باق میشه، اصلا کارگزینی باید برم. بلالا بفهم این بالا بالا خسته نباشی برادر، کارگزینی میخوام برم. کارگزینی بفرمایید اون سمت سالن انتهای راه رو. دست شما در کمک دیماچ. خدا قوت، وقت کن، سلامت باشی، باقی میشه هستم، همکارم، کارگزینی هم خواستم میتشی باید این قسمت میزه دو تلفن بله بله بفرمایید، خدا خیرتون بده، خدا قوت، سلامت باشی راحت باشی خوبت باشید، خسته نباشید، تبارک‌الله من باغ میشه هستم، همکاریم، برای کد استخدامی نامه آوردم از جهاد سازندگی، همینطور که میدیدید، ارگانی بسیار انقلابی و آجاها مروبت بود، من بشیدم اگر اجازه بدید، حالا چرا بشیدم؟ دیگه خودتون میدونید، دیگه همه میدونید، انقدر جنگیدی؟ که اصلا بدن خورد شده نامه تمام؟ بله بله نامه ببین نامه تو باید ببری اول کجا دویل خونه بله بله آتشین زبط 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 بله بله این دیگه بله بله وقتی که زبط گریم میایی پیش اتاق آقای رئیس رو مسترستو بهت میده وقت نصور رو کار انجام میشه آخرش رو ببخشید میبریم پیش آقای رئیس رئیس رو بله فهمیدم بله دستور میده کارت انجام میده کار بله دست شما درد کن فقط یه سوال ببخشید خونه سازمانی هم میدن شنیدم درسته؟ ببینم کارت پایان خدمت داریم کارت پایان خدمت برای خونه سازمانی لازمه؟ ببین خونه سازمانی ما محدوده تعدادش کمه خب؟ بله 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 الان هم پره باید بله. نوبت قبلی که قبلشون هم خیلی هست اصلا مهم نیست مهم چیه؟ خدمت فی سبیل الله حالا چه با خونه چه بی خونه این اصلا اهمیتی نداره کارت پایان خدمت داری؟ برای استخدام میخواد درسته؟ الله اکبری خدایی خودت داری مجبور میکنی من مثلا خودم شما اسم منو دیدید؟ فهمیدید من کیم؟ فریبرز نمیم چی چی؟ آه فریبرز نمیدید من چی چی؟ فریبرز باق میشه الان نشدیدید؟ حق دارین، حق دارین شما حق دارین که اینجوری فریبرز چی چی؟ قربونه دارم فریبرز باق میشم زج کشیدم زندان بودم مرد حسابی کجایی؟ عدم سوپیشینه هم میخواد آدم زندان بودی دیگه قبل از انقلاب مرد حسابی قبل انقلاب من یه خلافی گردگی انداختن بله ولی خلاف قبل از انقلاب ثواب بعد از انقلاب حساب میشه شما این بله من خلاف کردم که انقلاب شد مرد حسابی من اعلامی های آقای خمینی نه یکی نه ده تا نه صد تا صد ها تا من توی ساکم داشتم منو گرفتم بردن من معذرت میخوام من فکر کردم مثلا من یه خلاف دیگه ای کردم ببخشید درست میگی نمیدونم اصلا یادداشت کنین بنویسین جنایت کرد فریبرز باقوشه چون من جنایت کردم من صدها افسر عراقی کشتم سه چهار تا هواپیما رو پکوندم سه چهار تا تانک منفجر کردم بله نه بنویسین اینا رو همه رو بنویسین شما میدونین من سرهنگ
ارتش رو از دست عراقی ها نجات دادم؟ شما میدین صدام در به در منه؟ نه، برای چی فکر میکنی این هواپیما رو بیاره رو شهر تهران از اون بالا میاد رو زمین آسمون قلمبه میزنه؟ برای کیه؟ شما تو جبه هم موج خوردین؟ از همون اول فهمیدم اهل جنگ و جهاد و ثواب و نماز نیستی، چون یه تیغ برداری میکشی دیگه، کاری به چیزی نداری. جنگ چیه اصلا؟ جنگ مال ماهاست قربونت برم. من مگه تو دریا خدمت میکردم که موج بهم بخوره؟ نه، من رو زمین بودم، گله تانک بهم خورده، من از دست تانک دست خالی پای پیاده فرار کردم. کجایی؟ شما اجازه بدین، اجازه همینجوری گوش میدید بچی میدم چی دارم به شما میگم. شما میدونی که اگر امثال من و من نبودم، همین الان صدام با اینقدر سیبیل میومد در خونه زنگ میزد بل نستد اینه بازی کشید شما رو میمون. بله، ولی نه شما، این مملکت لیاقت قهرمان نداره. خور بوده دارم شما که شمایی زن من. من راهنماییتو میکنم. بفرمایید خواهش میکنم. به خدا درده. نه خواهش میکنم، من برم اینجوری بجنگم. ماها من اسیر بودم، بعد کارت پایان خدمت. کدوم خدمت؟ سلام علیکم آقای اسدی. من یه برادر یه نامه دارن، راهنماییش میکنم بیام خدمت شما. دیگه مهم نیست، ولی بپرس آقا اسدی خونه ساز رو. بفرمایید. بله اسدی درسته؟ اونا احساس بری اونجا نوشته شده. سلامت باشید. ببخشید. نخواهش جسارت کرد. نخواهش. یه خواهش از شما بکنم، این خودمون بمون. نه قربان، من برای خدمت به خدا و بنده خدا و کشورم این کار کردم، نه ایمدم اینجا داد بزنم. خدایی نکنه خونه سازمانی میگیرم یا سوه نه خواهش میکنم. اگر خونه بدن میگیرم، نه که مثلا نگیرم، ولی هدفم این نبود. بله خدا شاه. بله میفهم. دست شما درد نکنه. الان آقای اسدی من یه چیزی بگم، شاید شما فکر کنید من دارم مثلا خدایی نکرده منظوری دارم، ولی اینقدر من خوشحال شدم شما رو دیدم. تمام دور و بریای من میدونن، همیشه میگفتم کاش این آقای اسدی یه جایی رئیس من بود. چرا؟ برای شخصیتتون. چرا؟ برای منشتون. بزرگواری. یه ولی مهم و بزرگ اینجا هست که کاش کارمندایی که زیر دست شما بودن ذره ای از این شخصیت بو برده بودن. چرا؟ کارمند شما به من چی میگه؟ به یه قهرمان، به یه کسی که جونم من برای این مملکت، من همش زندان بودم، این میدونه؟ به من میگه فریبرز چی؟ چی؟ همین فریبرز چی؟ به من میگه فریبرز چی؟ تازه نه چی؟ فریبرز چی چی؟ اگه این حرفو زده خیلی اشتباه کرده، ولی ایشون هم داشته وظیفه‌شو انجام میداده. بالاخره برای استخدام یه سری مدارک لازمه دیگه. کارت پایان خدمت یکیشه. بی شرف. دست درد نکن آقا. نه بابا. صدامو میگم. این سگ سیویل زندگی منو از بین برد، به هم ریخت. خودتو ناراحت نکن. من خودم شاهدم شما از جهاد میرفتی ماموریت. دیده بودین؟ وظیفه بود قربونت برم. گویا خودتونم گاهی داوطلبانه میرفتین. خواهش میکنم. اینو جایی اصلا دلخور میشم خدا شده، چون من برای کی میرفتم؟ برای خدا، برای کشورم، برای مردمم. اینو کی گفت به شما؟ من ببینم. بالاخره شنیدیم دیگه. بچه های اطلاع نوت دیگر نوت هر چیز. یه نامه بیار، مدت خدمتتو فقط مشخص کن. بله من کار استخدامیتو انجام میدم. نامه؟ بله. یعنی از جبهه برم نامه بیارم؟ بله. جبهه مثلا مگه خودکار کاغذ گذاشتن رو صندلی اونجا؟ من برم بگم آه ببخشید نا قربونت برم کیو برم اونجا پیدا کنم؟ یه سری فرمانده که شهادت نائلن، یه سری که اصلا بنده خدا درگیرم، مگه اونجا کسی دنبال نامه است؟ ولی چک برم بگم چیکار میتونم بکنم. سلام باشی، خدا قوت. سلامت باشی. فرمانده باهاتون کار داره. بیا. آقا عجله است. فوریه. الان؟ آره. باشه.
سلام هم جدی، چطوری؟ خوبی؟ اوضاع احوال چطوره؟ عالی. اوضاع جنگنده ها چطوره؟ یک یعنی چی؟ عالی دیگه، یعنی آماده است، فقط روشن نمیشه. گاهی روشن میشه حرکت نمیکنه، حرکت میکنه پرواز نمیکنه، پرواز میکنه شلیک نمیکنه، شلیک که میکنه اصابت نمیکنه، گاهی نمیشینه خاموش نمیشه. میشه فنی تر حرف بزنی؟ فانکشنال گاراژ میشه. ببینم الان مشکل جنگنده ها بیشتر کدوم قطعاته؟ همون قطعات CST رن کنترل نره. رن کنترل باکسی که بچه‌ها گفتن میتونیم بسازیم. باکسشو بعد، ولی خودش کی نه شریفی نامش رو بود دیگه. میدونی قربان، ببخشید جسارت نباشه. ما تعریف از خودم از ایرانیا 3 کیلو آهن بهمون بدن بیل میسازیم، خوبم میسازیم. همونو بدن ژاپنیا 300 تا ساعت ماچی میکنن میبندن دست خلق الله، خدا تو منم پول میگیرن. خیلی خوب، برو بشین الان فکر. هرچی نشه ها. کار نشد نداره. شما اینو میدونید. بعد اینکه 30 سال 40 سال حداقل طول میکشه، یعنی مخصوصا چی الان تو این شرایط موشک دارن میزدن سر مردم. آقا مردم واقعا حالشون خوب نیست، فشارش روی ما میاد دیگه. آقا قبول ندارین، من میگم این بساط ساخت ساز جمع کنیم، خدا وکیلی وادرات کنیم. آقا نمیفروشن برادر من، نمیفروشن به ما، قطعه نمیفروشن. تو فکر میکنی مشکل پوله؟ بیا هر چقدر پول میخوای من در اختیارت میذارم، برو قطعه بخر بیا. حقوق بچه‌ها رو بدین آقا. تو فکر میکنی ما فرهاد رو برای چی از دست دادیم ها؟ فرهاد بدبخته که میدونست که اینجوری با بچه‌ها تا میکنین که خودش رو سر به نیست نمیشد 5 سال پیش بیره. فرهاد تا یه ماه پیش با ما در ارتباط بود. الان دیشب خوابش رو دیدم اتفاق. بیا این عکس‌ها رو ببین. چند سال پیش فرهاد با یه هویت جنی از کشور خارج میشه. اینا خیلی محرمانه است به عنوان یه تاجر مواد غذایی، اما در حقیقت دنبال پیدا کردن قطعات هواپیما بود. ببینم تو فکر نکردی این قطعات هواپیمایی که تا حالا داری کار میکنی از کجا میاد؟ فرهاد اذیت نکنم، من میگم خدا وکیل، آقا به خدا من میگفتن بوی فرهادو میده. آقا از این خبر من ببرید. بشین آقا، میگم خیلی محرمانه است. کجا بری بگی؟ خانواده‌اش بگیم نگرانی در بیان. نمیشه واقعا. آقا به من چرا نگفتی؟ ما که غریبه نبودیم. برادر من نمیشد گفتش. ببین ما تو یه ماه پیشم واقعا به خانواده‌اش امیدواری میدادیم که ممکنه فرهاد برگرده. خدا خیرتون بده. اما از یه ماه پیش واقعا هیچ خبری ازش نداریم. یعنی چی؟ بذار خوب برات توضیح بدم. اواخر دوره شاه یه محموله بزرگ از قطعات F-14 و فانتوم وارد ایران میشه. توی انبارای نیرو هوایی اینا ثبت میشه. بعد از یه قطعات ثبت شدش. قطعاتو نداریم ما الان؟ نداریم الان قطعه نداریم. آه. بعد از یه مدتی معلوم نیست چطوری این قطعات از انبارا خارج میشن. آها. چی بردتشون؟ چی شدن اینا؟ فرهاد چه نه اون چه نه، ما هم آقا در جریان نیستیم. بچه‌های ما انصافا همه دزدیده شدن دیگه. دزدیده شدن. آفرین. کار بچه‌های ما نیست آقا. پس کار کی بوده؟ آقا کار بچه های ما نیست انصافا. میدونم کار بچه های شما نیستش، اینو خدا امریکایی ها رو زیدن دیگه. آنها بیشرف ها کجا بردن حالا؟ امریکا. امجدی امریکا نمیتونن برده باشن، با هیچ پروازی از ایران خارج نشده اینا. آقا یه نفر چینو میبره؟ میبره کجا؟ کجا بردن اینو؟ میبره کجا؟ سفارتشون. سفارتشون همینه دقیقا. اونجا نبود. نبود؟ نه. منم اصلا حدسم نرفت. ببین بعد از اینکه سفارتشون اشغال شد ما رفتیم اونجا هم گشتیم، ولی متاسفانه اونجا نبودش. نبود. فرهاد یه سرنخی از این موضوع پیدا کرده بود. باهوش. فرهاد باهوش. فرهاد باهوشه. ماشاءالله. ببین الله شکر. من تو رو صدا زدم اینجا تو دوتا مأموریت مهم بهت بگم. چشمه. اولش اینه که باید خانواده فرهاد رو در جریان این موضوع بذارم. ساعتی میگیرم میرم این خبر خوشو بهشون میدم. خبر خوش نه، خبر شهادت فرهادو. مأموریت دومم بعد از اینکه این کارو کردی بهت میگم. شما چی گفتین زنده است چه؟ یعنی چی آقا؟ چرا آدمو گیج میکنی؟ الان من برم به خانواده‌اش چی بگم آخه؟ الان برم چی بگم انصافا؟ من نمیرم آقا، من کار من نیست. ببینم مگه تو دوست خانوادگیشون نیستی؟ خب من دوست خانوادگی برم اونجا بگم دوست خانوادگی فرهاد بود 5 سال پیش شهید شده بود. شهید شد. منطق میگم دیگه آقا. یعنی چی شهید؟ اصلا شما گفتید ان شاءالله که زنده است. آقا من نگاه کنین دلتون روشن باشه، شاید اون دستگاهش انشالله نابود شده، کنکت نیست با ما، کنکت همون، یعنی انشالله اون خراب شده فرستندش، یا اینکه آقا انشالله که اسیر شده. امید داشته باشیم دیگه. فرهاد آدمی نبود که اسیر بمونه.
یعنی شما الان مطمئنین واقعا 1% هم یعنی کاملا شهید شده؟ برو به خانواده‌اش اطلاع بده. چجوری بگم آقا؟ یه خبرهای خوشی هم درباره قطعات دارم. بعدم بهت میگم. اون عکسارم بده من. موضوع خیلی محرمانه است. چشم.